در دهه قشقره های جماعت دهات آبشاران ناحیه یوان مسابقه گوشتین ملی گوشتینگیری برگزار گردید. این مسابقه با دستگیری و سهمگذاری جوانان و صاحبکاران وطن دوست دهه قشقره های ناحیه یوان برگزار کرده شد که در آن زیاده 300 نفر پهلوانان از تمام گوشه و کنار مملکت شرکت نموده میانی هم نیروسنجی نمودند. مورد ذکر است که در امروزه چورابین ورزشی زیاده از 7000 دوستداران و هواداران این نمود ورزشی اشتراک و جرایان برگزاری گوشتین سنتی را تماشا نمودند. از اشتراک و شماره زیادی تماشابینان معلوم گردید که گوشتین ملی گوشتینگیری در جمهوری امان چون دیگر نمودهای ورزش سال تا سال رشد یافته ایستاده است. در دهه زیبا منظر قشقره های آوازدار که این دهه پهلوان پرور است، مکان پهلوان را است، گوشتین زیبا برپا کرده ایستاده. امروز گوشتین ملی ما ده که به خاطر شادروان امام پهلوان نمازو که این گوشتین سلوله های نمازو هستند، در اینجا زیاده از 7000 مخلص اینجا تماشا دارن. رقابت ها از روی دلیل، از روی حق داوری کرده ایستادن. رشد گوشتین ملی که در چی در ناحیه، چی در دهات، در جمهوری، چی در ولایت خیلی پیشرفته گید. با گفتی مسئولین مسابقه ورزشی، مقصد از برگزار گشتن گوشتین ملی سنتی امروزه این تشویق و ترغیب گوشتین ملی گوشتینگیری در جمهوری، مستحکم نمودن علاقه دوستی بین ورزشگران منطقه گوناگون، بلند برداشتن مهارت کسبی ورزشگران و معین نمودن بهترین چهره های نوی ساحه به حساب می رود. گوشتین ملی یا گوشتین سنتی خلق ما است که این یعنی تحکرسی تمامی گوشتین سم با زودایی که در بین بین‌المللی میگذرد از در جمهوری ما، یعنی تحکرسی اساسش از گوشتین ملی است. یعنی بینید که در همین فصل زمستان در ماه ینور در بالا همین خیلی میدان‌های ورزشی بیرون گوشتین گرفته ایستاده‌اند. این برای ملت ما، برای هم دولت ما از همه نمودی فعال و نمودی از همه بهترین است. اگر در جهان فوتبال رقم یک باشد، در جمهوری ما گوشتین ملی ما رقم یک است. ما باوری دارم که آینده ان همین خیل معرکه و ان همین خیل مسابقه سطح گذرانده شود، باوری دارم که از بین ملت ما هم چمپیونی جهان از بین اوهید گوشتین سمبا و زودو یعنی که می براید. چورابینی مذکور هم با انانه های گوشتین نیاگان صورت گرفت. علال خصوص هر پهلوانی به میدان وارد و اعلان گردیده رقیب ارزنده را برای میدان داره پرسان می شود. گذاشتن طبق هم برای انتخاب آزاد رقیب یکی از مخصوصیت های پیدا نمودن حریف موافق و شفافیت قوازمایی محسوب می آبد. طبق اطلاع کمیته تدارکات چورابینی در این مسابقه سطح بلند از شماره بیش از 300 نفره پهلوانان که میدانداری نمودن زیاده از 100 نفرشان در این روز صاحب جایزه های گوناگون از قبیل بز و گوسفند، گاو، قالین و تکنیک های معیشی و مبلغ پولی گردیدند. گزارش پرویز خورشید برای برنامه اطلاعاتی خبر از ناحیه یوان.